همراه هستیم با مهرداد تهرانچی، عضو گروه همبستگی ملی برای ایرانیان از واشنگتن. آقای تهرانچی خیلی خوش آمدید. برای ما بگید از شب دوازدهم، دیگه شد شب دوازدهم تحصن در مقابل وزارت خارجه. سلام، وقتتون بخیر. در واقع ما الان در بامداد 13 روز تحصن هستیم و همونجوری که میدونید تقریبا 13 روز هستش که ما در جلوی ساختمان وزارت امور خارجه تحصن کردیم با شعاری که پشت من روی پلاکارد میبینید: No deal with Islamic regime. امیدوار بودیم که صدامون داخل این ساختمان برسه که رسید. خیلی خوشحال هستیم از اینکه برای دومین بار با ما تماس گرفتن، گفتن که صدای شما، پیغام شما به مقامات بالاتر رسانده شده. و هدف دیگه هم که ما دنبال می کردیم این بود که به حال ذهنیت افرادی که داخل این ساختمون کار می کنن کاملا تغییر کرد. اونا الان کاملا آگاه هستن که چه اتفاقاتی داره می افته، آسه مردم ایران چی هست. و این برنامه 13 روزه یک اورنس فکر می کنم خیلی خوبی بود در این منطقه در جلوی این ساختمون. آقای تهرانچی، آیا شما در مورد بحث توافقی که مطرح شده، نیویورک تایمز هم گزارشی ارائه کرده، در با مسئولینی که با شما تماس گرفتن مطرح کردید این موضوع رو یا نه، یا اونها در خصوص با شما صحبت کردن، یا در مورد به اصطلاح مواردی که در خصوص آزاد شدن پولهای ایران در کشورهای عراق و دیگر کشورها مطرح میشه در رسانه‌ها؟ ببین، ما هم مثل شما از همون طریق خبردار شدیم. امروز با چندین افرادی که به هر حال از توی ساختمون می اومدن بیرون سعی کردیم یه سوال و جوابی باشون داشته باشیم. خب میدونید جواب درستی که با آدم نمیدن، ولی خب همونجوری که میدونیم این اتفاق تازه‌ای نیست، یعنی چیزی نیستش که طی هفته گذشته اتفاق افتاده باشه و قطعا از قبل‌تر از شاید حتی 5-6 ماه پیش این اتفاق در جریان بوده و امروز به نوعی میشه گفت رسمی اعلام کردن. بنابراین این اتفاق ها میفته و ما تمام هدفمون این هست که بدونن که این اتفاق خاص مردم ایران نیست و ما کماکان از انقلاب زن زندگی حمایت خواهیم کرد. ممنونم از شما، مهرداد تهرانچی.